سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط در هر کجای این کره خاکی که هستید. دکتر جاوید هستم و در مورد غلظت خون، نشانه های اون، علت اون و درمان غلظت خون در این ویدیو میخوایم بهش بپردازیم، چرا که یکی از علت های اصلی مرگ و میر در دنیا بیماری های قلبی هست و سکته های قلبی که در واقع رتبه اول تا سوم علتهای مرگ و میر دنیا رو همین بیماری به خودش اختصاص داده. بنابراین آموزه های این ویدیو میتونه شما و دوستانتون یا اقوامتون رو نجات بده. بنابراین بسیار بسیار ویدیوی مهمی رو در پیش داریم، با من همراه باشید. غلظت خون به تنهایی یک بیماری نیست، ولی غلظت خون ریشه خیلی از بیماری هاست. زمانی که خون درون بدن ما غلیظ بشه، وقتی در مویرگ ها میخواد حرکت بکنه، دچار در واقع کندی حرکت میشه، سلول هایمون دچار کمبود اکسیژن میشن. بنابراین کسی که دچار غلظت خون هست، میبینید که در اندام های انتهاییش تیرگی وجود داره، چرا که مواد زائد اونجا جمع شده و اینها اکسیژن کافی رو دریافت نکردن و نتونستن برگردونن به در واقع کبد و کلیه برای پاکسازی. بنابراین یکی از نشانه های غلظت خون تیرگی اندام های انتهایی هست. کسانی که در پاهاشون میبینید روی پا، انگشتان پا تیرگی غیر طبیعی وجود داره و در صورتی که بقیه قسمت های پوستشون اینجوری نیست. کسی که غلظت خون داره، چون خونرسانی به مغزش خوب انجام نمیشه، دچار سرگیجه هست و دچار کسالت و خواب‌آلودگی، چرا که در واقع در اون مویرک ها به جایی که اکسیژن رسانی خوب انجام بشه یه مقداری کندتر انجام میشه و مغز خیلی حساسه و اکثرا میبینید فرد چرت میزنه و فردی هستش که احساس کسالت و خواب‌آلودگی داره. تو محیط کار، تو محیط درس و تحصیل میبینید که سرش میفته و به این شکل گیج هست و خیلی قبراق و سرحال نیست. نشانه بعدی غلظت خون هست. نشانه بعدی غلظت خون خواب رفتگی دست و پا هست. به محضی که نیم ساعت یه جایی میشینه یا یک ربع میشینه، میبینید پاهاش که جمع هست، پاهاش دچار خواب رفتگی و اصطلاحاً گزگز میشه. یا حتی کسانی که این مورد براشون شدید هست، در رانندگی دچار مشکل میشن و دستاشون که در یک حالت قرار میگیره و تکون نمیخوره، میبینید که دستها دچار خواب رفتگی میشن. این هم از نشانه های بعدی غلظت خون هست که اینها چون اکسیژن رسانی خوب به عضلات انجام نمیشه، فرد عضلاتش دچار گزگز و اصطلاحاً اون مورمور میشه و دچار خواب رفتگی عضلات میشه. نشانه بعدی غلظت خون داغی کف دست و پا هست. این افراد اکثر وقتها کف دست و پاشون داغه و شب هنگام که میخوان بخوابن، دوست دارن که روی یک جای خنکی بخوابن یا روی سرامیکی، روی جایی که خنک هست پاهاشون رو بذارن رو اون. اینها نشانه های غلظت خون هست. نشانه بعدی غلظت خون این هست که آب دهان افراد که دارای غلظت خون هستن دارای یک در واقع کشسانی و لزوجت خاصی هست، لزج میشه، خیلی آب دهانشون، عذر میخوام، وقتی که آب دهانو میندازن بعضا میبینید که همطوری کش میگیره و قطع نمیشه، مثل آدامسی که میکشی. این یکی از نشانه های دیگه غلظت خون میباشه. نشانه بعدی غلظت خون ایجاد جوش های پوستی در پشت افراد و در قفسه سینه افراد هست که جوش‌های قرمز رنگ درشتی هست که این افراد دچار میشن. نشانه دیگه غلظت خون، به محضی که شما به چهره فرد نگاه کنید متوجه میشید که فرد دارای غلظت خون هست یا نه. زمانی که لب‌های فرد تیرگی خاصی داره، این افراد دارای غلظت خون هستند. اگه دقت کرده باشین، کسایی که مواد مخدر یا سیگار زیاد استفاده میکنن، اینها چون اکسیژن خونشون کم میشه و خون غلیظ میشه، لبهای تیره‌ای دارن. پس نشانه بعدی تیرگی لبها و حتی تیرگی پوست صورت هستش. این علائمی رو که در غلظت خون دوستان دیدید حتما جدی بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که این چنین هستن، اینها
در معرض بیماری‌های قلبی قرار دارند، چون وقتی قلب میخواد خون رو پمپاژ کنه و در کل بدن هول بده به چرخونه، خون که غلیظ هست در واقع با یه مقداری سختی بیشتری در عروق حرکت میکنه و این حرکت سخت در عروق فشار به قلب میاره و باعث ایجاد فشار خون میشه. بنابراین هم فشار خون، هم بیماری‌های قلبی و هم خدای نکرده سکته های قلبی و سکته های مغزی رو میتونه به همراه داشته باشه. بنابراین بایستی حتما غلظت خون رو جدی بگیریم. بیشترین سنینی که غلظت خون دچار میشدن قبلا 40 سال به بالا بود، ولی امروزه به دلیل کاهش تحرک و افزایش نشستن و بازی با گوشی میبینید که از سنین کمتر حدود 20 سالگی به بعد ما افرادی داریم دارای نشانه های غلظت خون که اینها حتما بایستی درمان هایی که میگم انجام بدن. عزیزان، برای درمان غلظت خون حتما ما باید علت هاشو بدونیم. علت های غلظت خون یکیش کم تحرکیه، دوم کم نوشیدن آب هست، سوم مصرف بیش از حد چربی و گوشت هست، چهارم یبوست، پنجم خواب بیموقع، یعنی شب نمیخوابن و در طی روز میخوابن، خوابی که منجر به غلظت خون میشه. مورد بعد استفاده زیاد چای و قهوه هست که به شدت خون رو غلیظ میکنه. مورد بعد استفاده از روغنهای صنعتی و پالم و پارافیندار هست و این روغنهای جامد و روغنهای مایعی که متاسفانه منشأ طبیعی ندارند. مورد بعد استفاده زیاد از پنیر هست. کسانی که پنیر زیاد میخورن خونشون غلیظ میشه. مورد بعد عدم تحرک و نشستن در یک جا و افکار منفی کردن، خود فکرهای منفی هم سودا و غلظت رو در خون زیاد میکنه. خب حالا چطوری ما غلظت خون رو به راحتی درمان کنیم؟ این نتیجه 15 سال تجربه بنده هست که درمان‌های ساده‌ای رو خدمت شما عرض می‌کنم که بتونید به راحتی غلظت خونتون رو درمان کنید و پیشگیری کنید از هزینه‌های گزاف و بیماری‌های سختی که این غلظت خون می‌تونه به وجود بیاره. اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومد از این مطالب، حتما سابسکرایب بفرمایید، لایک بفرمایید و این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی و خانوادگی خودتون شیر کنید. متشکرم. برای رفع غلظت خون از خوردنی ها شروع نکنیم، بیایید و از نخوردن شروع کنیم. ساده ترین راه، ارزان ترین راه برای رفع غلظت خون حذف نهار هست. نهار رو حذف کنید، به جاش انگور مصرف بکنید. نهار رو حذف کنید، به جاش سالاد مصرف کنید و فقط دو وعده غذا بخورید. خصوصا دوستانی که بالای 50 سال سن دارن، اینها در معرض بیشتر غلظت خون هستن. بنابراین وعده نهار، اصلا نهار نهار هست، یه به معنی نخوردن هست. در واقع وعده نهار رو یه وعده سبکی از میوه‌جات قرار بدید. مورد بعد استفاده از ادویه‌جات رقیق کننده در رژیم غذایی هست. کسانی که ادویه هایی مثل زعفران استفاده میکنن، زعفران نقش آسپرین رو داره در بدن ایفا میکنه و رقیق کننده بسیار خوبی هست. فلفل همچنین، فلفل سیاه، فلفل قرمز و ادویه جاتی مثل زنجبیل، دارچین، اینها رو در رژیم غذاییتون قرار بدید. مورد بعد مصرف به اندازه آب هست که خیلی مهمه برای رفع هر نوع غلظتی. شما در واقع باید آب بریزید که رقیق بشه. درون بدن هم از این قانون استثنا نیست و بایستی آب به اندازه مصرف بکنیم. ویدیوی نوشیدن آب رو حتما ببینید که چه آدابی داره. روزی 6 تا 8 لیوان بایستی افراد آب مصرف کنن در دیگه‌های شهری امروز. نخوردن بعدی، عزیزانی که روغن نباتی و روغن‌های جامد استفاده می‌کنن، حتما این روغن رو اصلاح بکنن و تبدیلش کنن به روغن زیتون که باعث رقیق کردن خون و نرم کردن عروق میشه. بنابراین روغن‌های صنعتی روغن‌هایی هستن که خون رو غلیظ می‌کنن.
کسانی که هم چربی خون دارن و هم قند خون دارن، خب به تب حتما خونشون غلیظه، بنابراین اینها بایستی قند و چربی خون رو کنترل کنن، که برای کنترل قند خون ویدیوی دیابت ما رو حتما ببینید، دستورالعمل‌های خوبی گذاشتیم برای کاهش قند خون. مورد بعدی برای رفع غلظت خون حذف گوشت گاو هست. عزیزان، گوشت گاو به شدت خون رو غلیظ میکنه. گوشت گاو و گوشت گوساله خون رو غلیظ میکنه. این رو سعی کنید، حالا اگر 6 ماه یه بار استفاده کردید بلا اشکاله، ولی اگر در جیره غذاییتون به صورت هفتگی هست حتما منتظر غلظت خون باشید. گوشت گاو گوشت سالمی نیست، خصوصا در این شرایط که گاوداری ها و این وضع پرورش گاو ها هست که معمولا از کنسانتره و غذاهای صنعتی استفاده میکنن، گوشت جالبی برای سلامتی نیست. مورد بعدی که برای غلظت خون خیلی مهم هست اینه که در واقع افرادی که چای زیاد میخورن، یه لیوان چای 2 لیوان در واقع حدوداً آب از بدن خارج میکنه و باعث غلظت خون و خشکی بدن میشه. چای و قهوه به شدت غلیظ کننده های خون هستن و چای و قهوه رو به عنوان یک دارو ما قبول داریم که گاهی وقتا استفاده بشه، ولی اینکه به عنوان نوشیدنی روز هر روز استفاده بکنید خیر، 100% بیماریزاست. مورد بعد برای رقیق کردن خون استفاده از میوه‌جات قرمز هست، مثل انار، مثل آلبالو، مثل عناب، مثل زرشک، مثل تمشک، مثل شاهتوت. اینها میوه‌هایی که رنگ خون هستن، قرمز رنگ هستن، برای غلظت خون بسیار بسیار مفیدن. اینها رو حتما در رژیم غذایی خودتون قرار بدید. اگر میوه‌جات قرمز رو در دسترس نداشتید، از سرکه استفاده بفرمایید. سرکه طبیعی، خصوصا سرکه طبیعی سیب یا انگور، در واقع روزی 3 قاشق غذاخوری صبح، ظهر، شب در 3 لیوان آب، یعنی هر قاشق توی 1 لیوان آب، زمانی که معدتون پر باشه و معده خیلی خالی نباشه، خون و قشنگ در واقع پاکسازی میکنه و رقیق کننده خوبی هست. اگر بلدید با سرکه سرکنگبین هم درست کنید که شربت خیلی خوبیه برای خانواده ها، و وقتی غذاهای چربی میخورید از شربت سرکنگبین میتونید به عنوان یک نوشیدنی خوب رقیق کننده خون استفاده بفرمایید. سرکنگبین هم ساده هست، 2 تا روش داره، یه روش پختنی داره که کم سخت‌تر. روش سادهش اینه: در 1 لیوان آب 1 قاشق سرکه، 2 قاشق عرق نعنا و 1 قاشق عسل خوب مخلوط کنید، یک نوشیدنی خوبی میشه به نام سرکنگبین. عزیزان، تجربیات ما در خدمت شما و در خدمت سلامتی جامعه. شاد و سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.